معیاری بودن چاهای فضول آب به وقت و زمان بیشتری نیاز دارد و باید منتظر بود. از سوی هم یک مشکل دیگر دامنگیر این محیط زیست که از آن تنفس می کنیم و مستفید می شویم است. زمانی که کارمندان ریاست تنظیف کثافات را از جوها بیرون می کنند، به مدت چند روز بر سرک ها مانده و بعد از خشک شدن انتقال داده می شود. شاید مشکلات صدراه این ریاست هم باشد که نمیتونن همزمان با بیرون ساختن این کثافات آن را انتقال دهند. بخش دوم به همین موضوع اختصاص یافته است. تا به حال وسایط پیشرفته در کشور وجود ندارد که بدون ریختن کثافات بر روی سرک یا کوچه ها به محل مخصوص انتقال داده شود. به نام لوش در کشورهای پیشرفته امروزی کدام ماده نیست، کدام چیزی نیست. و ما وسایط بسیار پیشرفته که در جهان امروز از او استفاده در بخش تنظیف میشه اکنون داریم. شروع صاحب کابل شخص دلسوز است، برای ما خریداری کردن و گرفتن. متاسفانه که لوش نیست و به خاطر لوش کدام واسطه هم نیست که همزمان انتقال کشیده شود جوی و انتقال شود. بنابراین به این ملحوظ ما میکشیم جوی و کنار سرک و جوی می باشد تا یک روز دو روز او خشک شود و بعد از او انتقال شود. اگر هم زمان انتقال شود تمام سرک های اسفالت شده دیگران که پاک است او را خراب. منطقه کارتی چار که مربوط به ناحیه سوم میشه، کارمندان ریاست تنظیف مربوط به این ریاست به پاککاری لوش ها و کثافات داخل جوهای البته کوچه های منطقه کارتی چهار پرداختند. اینها مسئولیت خود را ادا می کنند، اما یک نگرانی دیگر در اینجا وجود دارد که با پاککاری این جوها لوش های بیرون شده از این جوها چندین روز در همین جا می مانند و طبیعی است که باعث بوی بد و تعفن و همچنان خرابی وضعیت محیط زیستی می شود. از چند روز به این سوی نارنجی پوشان مصروف بیرون ساختن کثافات جوها هستند و چون بعد از خشک شدن این کثافات انتقال می شود، یک کار آنها دوبار صورت می گیرد. درست شده که می کشیم دیر از اون طرف کشیم چهار نفر بودیم، امروز شش نفر هستیم که می کشیم بیش کشیم داره ایست و اونجا که می بینیم نوشا کشیم پس همون تو مانده خشک هم شده خوش ها بار می کنیم باز دمار طرف میشن داخلی هم داره. چرا حالا که تازه است چرا نمیدیم؟ حالی خوب حالی بار نمیشه. حالی دیره که دو مطر دو سرگیم بسیم خوب میگرزه از مطرم میگرزه از بیرون میگرزه خاک و خاک بات میشه و میشه آره نیست آره نیست یا اید علاج نداره دیگه رقم اگر این رقم سنه نه بار میشه یه مطرم بار میداره ساکن آو شیر چرا خوش که باز مطرم بار میشه. اگر این کثافات برای یک روز هم بر روی سرک بماند به زیان محیط زیست تمام میشود، اما ریاست تنظیف میگوید به دلیل نبود وسایط پیشرفته ناگزیرند کثافات بیرون شده را بعد از چند روز انتقال دهند. برای 3-4 روز نمیره چون تابستان است و خاطر یک روز نیم روز هفته و تیز است و خشک میکنه ناگزیر است. ما پیشتر خودم باشم عرض کنم که تو کدام واسطه نقلی نداریم که مدرن باشم زمان رو بکشیم انتقال. آن قدر که شما تشویش داره فکر کنم نه، آن قدر تشویش قابل تشویش نیست، چون یک روز و نیمتر شد ما رو انتقال میتیم او رو به این اندازه نیمانیم که خوش شد و گرد کنه و گردالو شد باید مردم گرد زور تنفس کنه.
کارمندان ناحیه سوم هم میگویند برای یک یا دو روز موجودیت این کثافات بر روی سرک ها و محیط زیست آسیب نمی رساند. آنه ما هر روز می کشاب خیلی وزیفه ما کار میکنیم. حالا خواهی نمی که میبینیم تر است نه اگر اتفاقش همی رقم خوب است نه خواهی بار در بیل نه در موتر بار نمیشه. شاید هم تو باشه تا خشک شوی؟ نه یک روز میمونه خواهیدی یک روز دو روز میمونه باز از او باز میمونه بازی خاک نمیشه خاک تولید نمیشه؟ نه نه تا او وقت تا او خاکش نمیمونه بازی داره به مطرح بار میکنه. در اینجا یک مشکل دیگری هم وجود دارد. ریاست تنظیف میگوید در این اواخر باشندگان مناطق مختلف کثافات و مواد ساختمانیشان را بر روی سرک ها می اندازند که این ریاست مسئولیت انتقال آن را بر عهده ندارد. همان جایان همشهری های ما گل و لای خانه خود می کشند میرند کنار سرک، او کدام روش نیست. ما ریاست تنظیف شهرولی کابل مسئولیت مواد ساختمانی خاک و گل کاری کاغل میکنن خانه خود سر که هستن یا خانه نیمکاره خامه، از اون رو ریاست تنظیف شهرولی مسئولیت نداره که انتقال بده زباله ساختمانی واره. اکثرا در کنار جاده ها سرکات زباله ساختمانی رو هم شهری ما میارن زیر کنار کانتینر ها و محل های بازی که ما داریم در روجه میگذارن، یک سطل یک کراچید زباله سرشان میپاشن میگن زباله سفیلت شهرولی کابل انتقال بده. هر دو بخش برنامه را دیدید که پیرامون مشکلات و پیشنهادات برای حل آنها اختصاص یافته بود. در نخست از شما متشکرم که با ما بودید و در قدم دوم برای بهبودی برنامه شهر خواهان شریک ساختن نظریات نیک شما هستیم. بدرود.